با افزایش اقدام های دولت مرکزی چین علیه مسلمانان این کشور که در مناطق و ایالت های غرب چین سکونت دارند اعتراضات و انتقادهای بسیاری از کشورها نسبت به این موضوع افزایش یافته است در همین راستا چهل کشور جهان از چین خواستند اجازه تحقیقات از وضعیت مسلمانان سینکیانگ را بدهد همکارم علی اکبری گزارش می دهد. در پی افزایش فشارهای دولت مرکزی چین علیه مسلمانان این کشور چهل کشور از چین خواستن اجازه دهد رئیس نهاد حقوق بشری سازمان ملل متحد برای اطلاع از وضعیت مسلمانان اویغور از ایالت سینکیانگ بازدید کند چین از سوی برخی کشورها از جمله کشورهای غربی به زندانی کردن یک میلیون مسلمان اویغور شکنجه و آزار جنسی آنها متهم است چین همچنین به فشار بر جمعیت مسلمان خود در ایالت غربی سینکیانگ متهم شده اما همه این اتهامات را رد می کند. سفیر کانادا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو به نمایندگی از چهل کشور دنیا از جمله آمریکا، بریتانیا، استرالیا، فرانسه، آلمان و ژاپن از چین خواست فوراً اجازه دهد تا میشل باشله رئیس نهاد حقوق بشری سازمان ملل به سینکیانگ برود. سفیر کانادا در این بیانیه اعلام کرد گزارش از زندانی کردن یک میلیون مسلمان اویغور و همچنین هدف قرار دادن سیستماتیک مسلمانان و سایر اقلیت ها در ایالت سینکیانگ وجود دارد. وی ادامه داد ما از چین میخواهیم اجازه دهد کارشناسان سازمان ملل و در رأس آنها رئیس نهاد حقوق بشری این سازمان از این ایالت دیدار کند باشله نیز روز دوشنبه اظهار امیدواری کرده بود چین اجازه دیدار کارشناسان این نهاد را از ایالت سینکیانگ صادر کند او از سال 2018 با چین برای صدور این مجوز در حال مذاکره است